ببینید بچه ها، اگر در طول مسیر ما استیکاک داشته باشیم، قبلا هم گفتیم انرژی مکانیکی دیگه پایسته نیست و این انرژی مکانیکی مقداری توسط نیروی استیکاک تلف میشه. حالا ما میتونیم یه تیپ مسئله هایی هم داشته باشیم که در طول مسیر اتلاف انرژی وجود داشته باشه، حالت خاص نباشه. نگاه کنید، گلوله به جرم 200 گرم از نقطه آ رها می شود، پس از برخورد با فنری در سطح افق آن را متراکم می کند. اگر کار نیروی استیکاک در مسیر آب منهای 2 جول باشد و سطح افق بدون استیکاک باشد، حد اکثر انرژی پتانسیل کیستانی فنر چند جول است. من میام شکل مسئله می کشم. در حالت اول جسم از اون بالا رها شده میاد پایین، تا اینجا 2 جول از انرژی خودش رو از دست میده. از اینجا به بعد رو سطح افق دیگه استیکاک نداره، بعد میاد میخوره به یه فنر و این فنر رو فشرده میکنه و متوقف میشه. یعنی پس از برخورد فنر در اینجا متوقف میشه. خب حالا اگر من ابتدا انتهای حرکت رو بخوام مشخص کنم، اون بالا میشه 1، اینجا میشه 2. در ابتدا انرژی مکانیکی و انرژی جنبشی شما داریم. یعنی چی؟ انرژی مکانیکی در حالت اول میشه K1 به علاوه U1، در انتهای مسیر هم میشه K2 به علاوه U2. اما چون در طول مسیر استیکاک داره، اختلاف این انرژی مکانیکی برابر کار نیروی استیکاک میشه که همون منهای 2 جولی که خودش گفته. خب من بگید ببینم الان انرژی مکانیکی در ابتدای حرکت چیه؟ چون رها شده میشه MG هاش، هاش هم به ما داده. در انتها چیه؟ اومده رو سطح پتانسیل 0، پس گرانشی نداره، ساکن هم شده، پس جنبشی هم نداره، پس یعنی 0 شده. نه، میگیم اینجا چون فنر رو فشرده کرده، اون انرژیش به انرژی پتانسیل کیستانی فنر تبدیل شده. پس من میتونم خیلی راحت بگم حالت اول برابر است با MG هاش، K1مون هم 0ه. در حالت دوم هم کامون 0 میشه، اما یومون از نوع چی میشه؟ انرژی پتانسیل کیستانی، یعنی 1/2 K x2 خواهد شد. پس U2 منهای MG هاش، یعنی E2 منهای E1 مساویس با WFK. در این مسئله از ما خواسته انرژی پتانسیل کیستانی رو به دست بیاریم. خب U2 رو پس دستش نمیزنیم، منهای MG هاش مساویس با WFK. عددها رو جاگذاری میکنیم، منهای 2/10 ضرب در 10 ضرب در 6 مساویس با منهای 2. 0 رو با هم ساده میشن، 2 6 تا 12 تا میبریم طرف دوم، اون چیزی که به دست میاد برابر با 10 جول هست. پس انرژی پتانسیل کیستانی در انتهای مسیر برابر با 10 جول شد. سوال بعدی، جسمی به جرم M مطابق شکل از نقطه A بدون سرعت اولیه رها می شود و پس از مدتی بر روی سطح افق متوقف می شود. اگر فقط سطح آب دارای استیکاک باشد و ضریب استیکاک 1/10 فرض شود، جسم در فاصله چند متری نقطه B متوقف خواهد شد. خب ببینید بچه ها، من جسم رو از نقطه A رها کردم، ارتفاعش 4 متره، سر می خوره میاد رو سطح افق. حالا این سطوحی که انحنا دارن استیکاک ندارن، این جسم میاد رو این سطح افق متوقف خواهد شد. یه دانشجو میگه شاید رد شه، این اشکال نداره. ببین از اون بالا که داره میاد، مثلا شما فرض کنید 1000 جول انرژی داشته، تا اینجا که همون 1000 جولشو داره، در طول مسیر فرض کن 700 تاشو از دست میده، خب هنوزم انرژی داره، رد میشه، ولی میره بالا 2 مرتبه برمیگرده. وقتی برمیگرده باز روی 100 داره سر میخوره، یعنی بازم انرژی از دست میده. بالاخره با چند بار نوسان کردن در بین این دوتا دره، بالاخره انرژیشو از دست میده و یه جایی وای میسته. هر جا وایسته این وسط، یعنی روی سطوح بدون استیکاک نمیتونه وایسته. پس ببین، من ابتدا رو میخوام، انتها به مسیرم کاری ندارم، میگم اگر بخواد وایسته یه جایی وسط مسطوح باید وایسته. اون نقطه هر جا هست تا بی چند متر فاصله داره. پس من میام شکل رو اینجوری مطرح میکنم، میگم گوله از اون بالا ول شده، اومده، حالا هر چند بار این وسط رفت و برگشت انجام داده، یه جای این وسط رو باید وایسته. من فرض میکنم اینجا وایسته، اونجا ابتدای حرکت من میشه، میشه K1 به علاوه U1، اینجا انتهای حرکت من میشه K2 به علاوه U2. من نمیخوام دیگه هی بیم بنویسیم اینا رو. در انتهای مسیر که رو سطح افق گلوله وایستاده، نه جنبشی داره نه پتانسیل، یعنی E2 من قطعا 0ه. اما ایه که من چون رها شده انرژی جنبشی نداره ولی پتانسیل داره، یعنی MG هاش داره. خب خیلی راحت میشه MG هاش رو حساب کرد. پس ببینید بچه ها، اگر E2 منهای E1 رو WFK قرار بدیم، E2 ما قطعا 0ه. پس منهای MG هاش مساویست با FK D cos 180. پس ببینید چه اتفاقی افتاد؟
ما در بالا فقط انرژی پتانسیل داریم، در پایین اصلا انرژی مکانیکی نداریم، صفر شده. مساوی است با کار نیروی استکاک. خب به همه گید ببینم کار نیروی استکاک میشه نیروی استکاک ضرب در جابجایی ضرب در کوسینوس 180. چرا؟ چون همیشه با حرکت مخالفت میکرد. خب کوسینوس 180 میشه منفی، این منفی هم با این منفی میتونه چی بشه؟ ساده بشه. راستی بچه ها خود نیروی استکاک فرمول داره، نیروی استکاک مو ضرب در ام جی بوده، درست شد؟ یعنی اگر اینو بازش بکنید ام جی ضرب در هاش منهای مو ام جی ضرب در دی میشه مقدار جابجایی. اما با هم دیگه ساده میشن، جی هم با هم دیگه ساده میشن. پس اگر اینا رو با هم دیگه خط بزنیم، اون چیزی که باقی میمونه این طرف یه هاش باقی میمونه، این طرف مو ضرب در دی. ضریب استکاک 1/10، دی رو نداریم، هاشمون هم که 4 متره، یعنی 4 مساوی با 1/10 دی. یه طرف این وسط این کنیم میشه 40 متر. صبر کنیم کل باند فرود شما 30 متره، چجوری این 40 متر باید راه بره؟ میگیم عیب نداره، 30 متر اومده رفته بالا و برگشته، این قسمتی که داره میره بالا اطراف انرژی نداره، پس هیچ حسابش نمی کنیم. وقتی برگشت مجددن رو سطح استکاک دار به اندازه 10 تا برمیگرده. پس ببین یه مسیر رفت داریم یه مسیر برگشت، یعنی 30 تا میره 10 تا هم برمیگرده میشه 40. ما دنبال چی میگردیم؟ این نقطه تا بی چقدر فاصله داره؟ اگر ایکس رو بخواید حساب کنید به راحتی میتونید بگید 30 10 تا از روش برمیداریم جواب برابر میشه چقدر؟ 20 متر. پس یه بار دیگه میگم این معناش اینه که این باید بیاد رو سطح استکاک دار، روی سطحی که استکاک داره 40 متر سر بخوره، 30 تا جدو رفت سر میخوره میره روشی بدون استکاک بر میگرده، وقتی برگشت روی سطح استکاک دار 10 تای بقیه هم اونجا جبران میکنه. یعنی به عبارت ساده‌تر مسافت ما باید بشه 40، 30 تا رفته 10 تا برگشته، ایکس مون چند میشه؟ 20 متر طی کرده. پس فاصله نقطه مورد نظر تا نقطه B برابر با 20 متر. سوال فوق العاده قشنگی بود.